با سلام خدمت تمامی همراهان عزیز فارکس حرفه‌ای، تو این جلسه میخوایم با هم دیگه بریم به سراغ یکی از بخش بسیار جذاب تو بروکر معتبر لایت فایننس یا همون لایت فارکس که به تازگی اسم خودش رو تغییر داده. بخشی که مد نظرمونه قسمت کپی تریدینگ، بخشیه که به شما عزیزان امکان سرمایه گذاری در بازارهای مالی همچون فارکس رو میده. خب تو صفحه اول اگر بخوایم بریم به سراغ این بخش یعنی همون کپی تریدینگ، کافیه که اگر تصویر شما تمام صفحه است در سمت راست تصویر دومین گزینه رو تو قسمت منو یعنی کپی رو انتخاب کنید و اگر هم مثل من الان تصویرتون کوچیک باشه در بالای صفحه گزینه سه خط رو یک بار بر روش کلیک میکنید و سپس گزینه کپی رو انتخابش میکنید و به همین راحتی به قسمت کپی تریدینگ ارجاع داده میشید. توی این قسمت اگر معامله‌گری مد نظر شما هستش و نام یک معامله‌گر حرفه‌ای رو در اختیار دارید، کافیه که در قسمت جستجوی بالای صفحه اینجا که ذره بین قرار داره یک بار کلیک کنید و نام این معامله‌گر رو در اینجا وارد کنید. خب برای مثال من معامله‌گر حرفه‌ای دریم جاب رو انتخاب می‌کنم و نامش رو در اینجا وارد و می‌بینید که به همین راحتی حساب معاملاتی این فرد برای من نمایش داده میشه. و اگر هم یک بار بر روی این آیدی که در اینجا قرار داره کلیک کنم به حساب معاملگری این فرد انتقال داده میشم و در اونجا میتونم بسیار جزئیات مناسبی از ریز معاملات این فرد رو مشاهده کنم، مثل استراتژیاش، معاملاتش، معاملات بازش، گذشتش، تمامی موارد رو. ولی خب برمیگردیم به سراغ همون بحث کپی تریدینگ و نمیریم تو حسابای کاربریشون چون که اونو میخوایم بذاریم واسه یه بخش دیگه و بسیار مفصل و توضیحات زیادی رو لازم داره. خب تو همین قسمت میبینید که هر یک از این معامله‌گران دارای اطلاعاتی بر روی قسمتی هستن که بهشون اختصاص داده شده. تو این قسمت شما میتونید عکس و آیدی و نام اون فرد رو ببینید در این قسمت و تو اینجا که یک عدد رو با درصد داره نمایش داده میشه، مقدار سودی هستش که این فرد معامله‌گر تو تمامی زمانها تونسته محقق کنه از زمانی که این حساب معاملاتی رو ساخته. ولی این نمیتونه به تنهایی ملاک خوبی برای انتخاب یک مدیر حساب باشه. خیلی موارد دیگه‌ای هم دخیل هستن. ممکنه یک معامله‌گر حرفه‌ای به تازگی اومده باشه و یک حساب رو افتتاح کرده باشه. و برای همین هم هستش که مشاورانی متخصص برای همین موضوع قرار داده شدن و شما میتونید از اونها استفاده کنید. خب در سمت چپ تصویر همونطور که اینجا میبینید یک عدد با ریسک داره نمایش داده میشه که مقیاس در اینجا از 1 تا 10 هستش، یعنی هر چقدر مقدار اعداد ما کمتر باشه این حساب از ریسک کمتری برخوردار و هر چقدر مقدارش بیشتر باشه از ریسک بیشتری هم برخوردار هستش. و گرافی هم که در اینجا قرار داره شما میتونید با یک نگاه جزئی دیدی کامل رو به کلیت فعالیت این فرد در حساب معاملاتیش مشاهده کنید. و در پایین صفحه در سمت راست در این قسمت شما میتونید تعداد کپی کننده های این حساب رو ببینید و در سمت چپ هم مقدار سرمایه‌ای که توسط این فرد داره اداره میشه رو میتونید مشاهده کنید. حالا اگر هم خواستید شما بیاید و فیلترهایی رو برای خودتون قرار بدید، برای مثال میتونید دسته‌بندی های اینجا انتخاب کنید، سوداوری های بالا، حداقل ریسک یا مورد علاقه ها و مرتب سازی خودتون رو هم انواعش رو در اینجا انتخاب کنید و هر یک رو بر روشون کلیک کنید تا اعمال بشن. یا دوره زمانی هم برای مثال میتونید سوداوری رو در 1 ماه گذشته 1M در اینجا نشون دهنده 1 ماه گذشته است، یک بار بر روش کلیک کنید تا ببینید تو 1 ماه گذشته چه کسی سوداوری بیشتری رو داشته. البته مقدار ریسکشون رو هم میبینید که چقدر بالا هستش. و اگر هم خواستید فیلترهایی با دقت بیشتری در اینجا اعمال کنید کافیه که گزینه انتخاب کنید رو یک بار انتخابش کنید و به همین راحتی میتونید در اینجا هر یک از این قسمت‌ها رو با حرکت دادن اینها تنظیمات خودتون رو انجام بدید. برای مثال مدت معامله‌گری حساب، تعداد کپی کنندگانش، حد اکثر سطح خطری مد نظرتون هستش، منطقش و تمامی این موارد رو و در آخر هم گزینه اعمال کردن رو انتخاب میکنید و برای شما تنظیماتش انجام میشه. خب توی قسمت بعدی میخوایم ما دیگه بریم به سراغ هر یک از این حساب ها و ببینیم اونجا چه اطلاعاتی هستش. البته نگفته نمونه که توی جلسات آینده به شما آموزش میدیم که خودتون چگونه حساب های معاملاتی خوب و بد رو از همدیگه تشخیص بدید، چون که سرمایه گذاری از طریق کپی تریدینگ یکی از راه های بسیار مناسب برای به دست آوردن سود دلاریه.
سبز و پرسود باشید. تا جلسه دیگر، خدا نگهدار.